سلام و عرض ادب خدمت همه محصلین گرامی، امیدوارم سرمند و خرسند باشین. ایزا امروز هفتمین جلسه از درس ما و شما سه ایزا و طبق تقسیم اوقات درس که ما و شما امروز دارین، نوبت میرسه به نوبت گرامر، یعنی به پهلوی لغات بریدیم. ما بخش سوم درس ما ارتباط به گرامر میگیره، حالا بخش اول و دوم همیشه که لغات بریدینگ هست. اما قبل از اینکه بپردازیم به لغات جدید و از ریدینگ و گرامر بخونیم، یک سلسله سوالاتی از جلسه قبل درباره ویدیوی قبلی بود و امیدوارم که اون ویدیو درست جداگانه گرفته باشین و گوش گرفته باشین و جوابار درست داده باشین. حالا جواب درست در من اینجا ارائه میکنم، با شما خود شما میتونیم خود خود نمره بدین که آیا سوالی که شما کار کردیم و جوابی پیدا کردیم درست هست یا نه. یعنی خود شما میتونیم در واقع هر سوال به خود خوب یک نمره یا دو نمره تعیین بکنیم، ببینیم از 10 یا از 20 چند میگیریم. سوال اول: What was he talking about؟ او درباره چی داشت صحبت میکرد؟ خب در کل عنوان اصلی درباره جگر هست، درباره مهمترین علائم تاکسین شدن جگر یا زهرآگین شدن جگر بود که او صحبت کرد و امیدوارم که همین جواب را شما حتما داشته باشید پیش خود. سوال دوم ایزا: What's the most common sign of having toxin in your liver؟ خب مروجترین یا عامترین علائم تاکسین شدن جگر چیست؟ خب شما دیدیم که 10 علائم از جمله علائم مهم تاکسین شدن جگر بود که اونا رو خیلی واضح همه مطمئن و فهمیدین، چون با شماره 1 و 2 هم تیر میکرد واضح معلوم بود. یکی درد در قسمت ناحیه جگر بود، یکی حالت چاقی یا فتنس بود، سومین علائم در واقع سویلینگ یا همو مثلا میشه گفت که تورم یا ورم که قسمت قوزه یا وجلک پا و همچنان قسمت رانهای پا متورم شد ورم میکرد، چهارمین علائم جاندیست یا زردی بود ایزا از جمله علائم مهم جگر، و پنجمی الرژیز یا حساسیت بود، کسایی که حساسیت دارن در مقابل چیز خارش دارن و هر چیزی دیگه، فتیگ یا خستگی بود، خستگی کل عضلات، دارک یورین کالر یا رنگ پیشاب به اصطلاح خیلی تیره یا زرد میشد، این هم از جمله علائم از اینا بود، نازیا اند وامیتینگ یعنی به اصطلاح میشه بگن که دلبدی یا حالت تنوع یا به اصطلاح عامیانه بگیم دلشورا بودن، و همچنان استفراغ یا بالا آوردن. های لیول آف کلسترول یکی دیگر از علائم بود که در واقع همون سطح میزان کلسترول بالا میرفت، و آخرین موضوع هم لاس آف اپیتایت یعنی از بین رفتن اشتها یا بی اشتهایی در قسمت خوردن بود. این 10 علائم از جمله علائم مهم تاکسین شدن جگر بود که امیدوارم شما هم اینا پیدا کرده باشین و خیلی هم ساده و واضح بود. سوال سوم گفته: When you have toxin in your liver، وقتی شما در واقع در جگر خود تاکسین یا همو زهرآگینه دارین، جگر شما زهرآگین شده، you will get fat، شما خوب چاق میشین طبیعتاً. How does it happen، چگونه این کار اتفاق میفته؟ خب داستان خیلی طولانی نمی کنین، با دوسته جمله خلاصه چیزی که این ویدیو گفت این بود که اون تاکسینی که در جگر ما و شما در واقع جمع میشه، وظیفه جگر همینه که اون تبدیل کنه به یک سلسله مرکبات یا ترکیبات مؤثر بعد به جریان های خون بده. حالا اگر جگر تاکسین بشه، زهرآگین بشه و نتونه در واقع این کار رو انجام بده، او باعث میشه که نتونه چربی در واقع تجزیه بکنه و چربی در بدن میمونه، باعث میشه که انسان چاق بشه. این بود مفهوم خلاصه ای از چیزی که از ویدیو گرفتیم با شما. شما هم امیدوارم که مفهوم کلی و همین قسم گرفته باشین. سوال چهارم شما ایزا: If you're born with yellow eyes and skin، اگر شما با تا وقت تولد شدین یا کسی میبینین تولد میشه جلدی و زرده یا چشمای و زرده، then you have toxin in your liver، بعد ای بی منایه که شما تاکسین داریم یا اون طرف تاکسین داره، درست یا اشتباهه؟ خب میفهمین کاملا این جمله اشتباهه، چون وقتی طبیعتا کسی تولد میشه، حالا رنگ زرد و سرخ هر چه میخوای باشه، این دلالت به تاکسین بودن نمیکنه، چون اون انسان هنوز فعالیت نکرده که او جگر از اون تاکسین بشه. به هر حال چیزی که ویدیو گفت نخیر، چون در سپیکینگ خود گفت که unless you're born with yellow eyes and skin، و جز ای که شما با چشمای زرد و پوست زرد تولد شده باشین، اگر بالت غیر طبیعی کار اتفاق مفته، پس بیمانه که شما تاکسین داریم در جگر خود. سوال پنجم ایزا: جاندیس is a disease not a symptom، کاملا برعکس غلطه، جاندیس یا زردی از جمله علائم به شمار میره نه از جمله مریضی، آنچه که در ویدیو ذکر شد. Liver changes glycogen into glucose، خب در واقع ایر برعکس ویدیو چیزی که گفت برعکسی رو آورده بودم،
فکر میکنم اگر اشتباه نباشم، میگه جگر تبدیل میکنه گلایکوژن به گلوکوز. نه، جگر گلوکوز به گلایکوژن تبدیل میکنه. پس جواب رانگ یا اشتباهه. پس جواب نو درسته. If you have a chronic fatigue, you should خواب. اگر شما در واقع خستگی بسیار شدید داریم، شما باید چیکار کنیم؟ خیلی واضح گفته که شما باید ورزش بکنین. But if it doesn't work، اما اگر تاثیر مثبت ندیدیم، you should see the doctor immediately. خیلی سریع باید بریم دکتر ببینیم، پیش دکتر بریم. سوال هشتم ایزا، dark urine color، وقتی ادرار یا پیشاب ما شما اگر زرد باشه، خیلی تیره باشه، is the sign of hope. از جمله علائم چیست؟ آیا از جمله علائم dehydration هست یا toxin in the liver؟ از جمله علائم هر دو است. هم علامت اینه، هم از جمله علائم اینه که ما آب بدن ما شما کم شده، و هم از جمله علائم اینه که ما در جگر ما toxin یا زرد وجود داره. پس دلایل عمده کم آبی و همچنان زهراگین شدن هم در واقع میتونیم بگیم که یکی از دلایل همی چیه، یورین بودن، همو زرد بودن، یا به هر حال میشه بگیم که تیره بودن، همو ادرار. وقت ادرار در واقع تیره میشه، این یکی از در واقع علائم محسوب میشه، علائمی که ما بدن ما کم آبه یا جگر ما تاکسین داره یا زرد داره. High level of cholesterol is just the sign of toxin in the liver. خب وقتی میزان کلسترول در بدن بالا میره، ای از جمله علائم جگر است. بله درسته، اما اینجا گفتم just the sign of toxin. در امتحانات هم متوجه باشین فقط از جمله علائم توکسین بودنه. نه، میتونه علائم توکسین بودن در جگر باشه، میتونه علائم دیگر باشه. چون گفت یکی از علائم بالا رفتن کلسترول، یعنی دیگه علائمی هم در واقع این علائم از جمله دیگه هم باز هم هست، تنها از جگر نیست. پس این جواب رانگ است، یا نو جواب باید درست باشه، جواب نو رو انتخاب میکنین. آخری سوالم گفته که How to avoid having toxin in your liver؟ چگونه اجتناب بکنیم وقتی که ما در واقع تاکسین در جگر خود داریم؟ چگونه اجتناب بکنیم از این تاکسین داشتن، یا چگونه جلوگیری بکنیم در واقع میشه ایزا از این مسئله؟ خب ما باید ورزش بکنیم، غذای خوب استفاده بکنیم، در واقع جلوگیری از الکل و همچنان داروهای غیر مجاز و همچنان چیزهایی که ویدیو گفت. خب خیلی واضحه، باید که این مسائل رو مراعات بکنیم تا که مشکل ما حل بشه. خب به هر حال ایسا ای سوالات، اصل مفهوم ای جواب ای سوالات به خاطر از اینه که شما مطمئن شم که ویدیو رو گوش گرفتیم و فهمیدین، و فراموش نکنیم از طریق سلاید ها ویدیو رو گوش نگیریم، که بسیار متاسفانه بگم خراب پر شده بود ایزا، و من خاطر من ویدیو جداگانه گذاشتم. وقتی میخواین ویدیو رو گوش گیرین، ویدیو رو به طور جداگانه از یوتیوب بگیرین و گوش بگیرین، خیلی موثرتره. یک مک پاوس و مکس داشت که بعضی جمله ها برای شما شاید قابل فهم نبوده باشه. پس امیدوارم که ویدیو گرفته باشین، گوش گرفته باشین، و باز هم اگر این سوالات رو مطمئنیم که جواب ندادین، حتما و حتما باز برین دوباره گوش بگیرین ایزا، چون هرچی بیشتر ویدیو گوش بگیریم باز هم در واقع تاثیر مثبت خواهید دید. دو خیلی اکتفا نکنین به یک دو سه بار. حالا پس اگر بریم به اصل موضوع ایزا، ما answering the question سوالات پاسخ دادین، حالا بریم به اصل موضوع، بحث تقسیم اوقات درسی ما. شما کمک سری سوالات جواب دادین، بیاین به بخش new words یا لغات جدید ایزا. در قسمت لغات جدید اگر بیاین نگاه کنین، صفحه 174 آخرین بخش لغات ما شما است که باید اینا ترجمه کنین، و دیگه لغات فعلا در اینجا البته نه، صفحه 180 ببخشین، صفحه 174 قبلا ترجمه کردین ایزا، حالا میاین به صفحه 180 آخرین صفحه یونیت 11. اتفاقا این لغات که تمام شه ریدینگ رو بخونیم، یونیت 11 ما شما تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. کلات یعنی لخته، کلات لخته. کنجستن تراکم، کنجستن تراکم. دیسینفکتنت یعنی ضد عفونی یا ضد عفونت، هر داروی ضد عفونی میگن دیس انفکتن، هر چیز ضد عفونی. امبولیزم انسداد جریان خون یا بندش خون، امبولیزم میشه. او گاستریس، خب امو گاستریس هم میگن التهاب معده میگن، یا اصطلاحا ورم معده میگن، هر تکلیف معده میگن گاستریس میشه. جوگولار یک نوع قده که بیاشنی داریم در قسمت گلو، یک قده به هر حال اسمی او جوگولاره. هایپرتنشن کاهش درجه حرارت رو میگن هایپرتنشن. ایمپلنتیشن لغت هشتم رو با لغت بیستم جابجا نکنی نیزام. ایمپلنتیشن یعنی کاشت عضو، مثل مور ما میکارین، ناخون میکارین، یا هر چیزی دیگه دندان رو میکارین، این میشه در قسمت کاشتی. و
بعد لغت ترانسپلانتیشن یعنی پیوند عضو، مثل گرده از یک شخص به شخص دیگه که در ریدینگ ها قبلا خوندی بودین. پس ایمپلانتیشن یعنی کاشت یک عضو، اینسترومنتال یعنی وابسته به وسیله یا وابسته به ابزار، هر چیزی، چون اینسترومنت یعنی ابزار یا وسیله، چیزی که وابسته به وسیله باشه اینسترومنتال معنا میده. جاندیست یعنی زردی، پیشتر هم در ویدیو دیدیم چیز جالبی بود. نیوروتیک عصبی، یعنی چی رقم بگیم عصبی؟ یک آدم عصبی، آدمی که دچار اختلال میشه بگن این آدم نیوروتیک هست. پیس میکر، زرمانساز، اگر یاد چون باشه یک دستگاهی بود در واقع کار قلب و ریه انجام میداد، مرحال پیس میکر زرمانساز بگین. پالپیشن یعنی به صلاح تپش تپش نظم یا زرمان هر چی که میگین. پریونتیف، قابل وقایع، قابل جلوگیری در واقع میشه بگین. ریجکشن یعنی رد، قبول نکردن. سیکریشن یعنی ترشح، سیکریشن ترشح. سکشن، مکیدن یا مکش، یک دستگاه مکشی هم داشتن که احتمالاً به ریدینگ بعدی فکر میکنم بخونین، در ریدینگ قبلی تا به حال نخوندین، این ارتباط بگیره شاید به ریدینگ بعدی. به هر حال سکشن، مکیدن، این اطفال هم که وقت شیر میخوره همون مکشر هم معنا میده، یک دستگاهی هم هست در واقع سکشن برای مکیدن، مثلا وقتی یک دکتر میخواد قسمتی از بدن جراحی کنه، خون اضافه با اون دستگاه مکش میگیره بیرون میکنه از اون قسمت. سپریشن، چرکی، به اصطلاح ساده تر بگم که بگیریم سپریشن چرکی، یا کنید ترانسفیوژن، انتقال، مثل انتقال خون، گرده یا هر چیز دیگه باشه از یک جا به یک جای دیگه انتقال، ترانسفیوژن انتقال. ترانسپلانتیشن یعنی مثلا ما شما پیوند، پیوند اعضا در واقع. خب صفحه بعدی باز لغات های بعدی رو به جلسه بعدی میخوانیم. حالا بعد از نی ورز میهیم به قسمت ریدینگ که همون آی سی یو هست که یک صفحه قبل از این درس ایزام. آی سی یو مخفف انتنسیف کیر یونیت یا بخش مراقبت های سی است، یک ریدینگ که خیلی خوردیه با هم میخوانیم و معنا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. The intensive care unit، بخش مراقبت های صحی، which is considered a necessity، که در واقع یکی از الزامات یا یکی از بخش های ضروری به شمار می رود، in modern hospitals، در شفاخانه های پیشرفته یک بخش بسیار مهم و ضروری به شمار می ره، is given credit، حائز اهمیت است یا ارزش داره، for saving many lives، به خاطر نجات زندگی خیلی از اشخاص. پس بخش مراقبت های صحی به خاطر نجات جان خیلی از اشخاص در شفاخانه های پیشرفته حائز اهمیت است، اهمیت خاصی داره. People who are crucially ill، اشخاص که وخیمن یا شدیدن مریض هستند، who have had extremely serious operations، و یا کسایی که در واقع عملیات بسیار شدید دارن، بزرگ دارن، or و یا این که who have been badly injured in an accident، و یا اشخاصی که بدجوری در یک حادثه زخمی شدن، یک زخمی بسیار بزرگ، are often placed in ICU، این اشخاص همه و همه اغلبا در داخل ICU نگهداری می شوند. A quick look at an ICU، یک نگاه بسیار سریع و اجمالی در داخل ICU، یعنی اگر شما نگاه بکنیم داخل ICU، will show the modern equipment، در واقع نشان می دهد ابزار بسیار پیشرفته را، that checks all the important functions of the body، نشان می دهد به شما که چک می کند همین ابزار تمام عملکردهای مهم بدن انسان را، یعنی یک سلسله وسایل بسیار پیشرفته وجود داره که در واقع چک می کنه تمام کارکردهای بدن انسان را، including heart beat، که همون شامل بخش های ضربان قلب است، یعنی دستگاه خاصی برای نشان دادن ضربان قلب نشان داده میشه و استفاده میشه، blood pressure، فشار خون شما با یک دستگاه خاص دیگه نشان داده میشه، and temperature، و درجه حرارت شما. Those machines، این دستگاه ها یا این ماشین ها، however، cannot check how patients feel، گرچه اینها متاسفانه نمیتواند که چک بکند که مریض چی احساسی داره، یعنی اگر مریض خیلی درد میکشه یا کم درد میکشه یا وضعی خوبه یا خرابه، احساس دیگه نشان داده نمیتونه. Even with many wires، حتی با سیم های زیاده که، با کیبل های زیاده که در این ماشین ها وجود داره، tubes and electrodes، و همچنان تیوب ها و الکترود هایی که attached to the patient's body، که وصله به بدن مریض، با اون هم نمیتونه احساس مریض نشان بده. Harold Keene، a writer who had a serious operation،
آقای هارولد کین که یک نویسنده ای بود، در واقع یک عملیات بسیار شدیدی داشت ایزا که میخواست او را عملیات بکنن. Described his feelings، احساسات خود را این چنین بیان میکند: I was a prisoner in a strange place، من در یک جای بسیار عجیب و غریب یا وحشتناک به زندان بودم. There were wires and tubes connecting every part of my body to machines، و سیم ها و تیوب های زیادی وصل بود به قسمت های مختلف بدنم و از بدنم به دستگاه یا ماشین، یعنی کل بدنم به ماشین با سیم ها و تیوب ها وصل بود. And television sets و همچنان دستگاه های تلویزیونی. There were no quieter moment، هیچ لحظه آرامش در آنجا وجود نداشت، یعنی همیشه سر صدا بود. It was always hectic، همیشه سر و صدا و شلوغی بود. I was awake، و من هم بیدار بودم، یا آجیل بودم یا بهوش بودم. But I didn't know what time it was، اما نمیدانستم که ساعت چند است، حالا چی زمانی است. Or where I was، و یا اینکه نمیدانستم که من به کجا هستم. There were bright lights on all the times، همیشه چراغ‌های بسیار نورافکن یا روشنی در همه جا وجود داشت. Even at night، حتی در شب. There were many strange noises coming from the machines in the room، سرصداهای بسیار زیاد و عجیب و غریبی از دستگاه ها از بیرون به داخل اتاق می آمد، یعنی سرصدای دستگاه ها به داخل اتاق هم می آمد. I was kept awake much of the time، و اکثر وقت هم من بیدار می ماندم، یعنی به خواب نمی رفتم به خاطر این سرصداها. I got little rest from flashing lights، nose and continuous movement of strange people around me، میگه در واقع من بسیار کم بیدار میموندم و خیلی کم استراحت میکردم به خاطر این سرصداها، به خاطر این نوری که برق میزد در واقع به چشمان من، و همچنان به خاطر حرکات رفت آمدی که این مردم در اطراف من میکردن. Often performing painful acts on my body، و این اشخاصی که به اطراف من راه می رفتن گشت و گذار داشت، کارهای بسیار دردناک را روی بدن من انجام می داد. When I did sleep، اما اون لحظه ای که واقعا من خواب هم می شدم، I had strange wild dreams، در آن لحظه هم من واقعا کابوس های عجیب و غریب و وحشتناکی را می دیدم. At times I could not tell the difference between these nightmares and reality، حقیقت اینجاست که اصلا هیچ وقت نتوانستم تفاوت قائل بشم بین واقعیت زندگی خود، یعنی بیداری خود، و همچنان بین کابوس ها. یعنی در وقت بیدار بودنم من خیلی شکنجه و رنج میدیدم، در وقت خوابم کابوس میدیدم، من اصلا نمیفهمیدم که حالا خوابم یا خواب میبینم. I felt like a prisoner in a prison camp، و مثل یک شخصی که در داخل زندان به یک کمپ زندان باشه من احساس زندانی میکردم. Continuously being tormented، که به طور متداوم و بدون از توقف شکنجه می شدم، همچه احساس داشتم. This torment however was to save my life، اما حقیقت اینجاست که این شکنجه و این آزار به خاطر نجات زندگی من بود. It was both a heaven and hell on earth، هم بهشتی و هم دوزخی در این دنیا برایم بود. بحث بهشت و دوزخ اصطلاح است که یعنی شکنجه هایی که من می دیدم برای من دوزخ بود، و به خاطر که من نجات پیدا می کردم در واقع، بله من از یک عملیات که غیر قابل به اصطلاح عملیه بود بازم من شفا بیافتم، پس به من واقعا بهشت بود. به هر حال این یک اصطلاح است که اصطلاح است چی؟ For 2 years I was on a thin line between life and death، به مدت 48 ساعت به مدت 2 روز من بین خط مرگ و زندگی بودم، یعنی در 48 ساعت یک لحظه مرگ بود یک لحظه زندگی که چانس کمی برای زندگی داشتم. At one point، از یک جهت، my temperature rose to above 102 فارنهایت، از یک طرف یا از یک جهت درجه حرارت من بالاتر از 102 درجه فارنهایت یا از 39 درجه سانتیگراد بالاتر شده بود. نمونیا had set in، و از طرفی هم سینه پهلو یا سینه بغل شده بودم. I couldn't breathe، که حتی نفس کشیدم نمیتوانستم. A respirator had to perform my breathing، یک دستگاه تنفسی مصنوعی عملیه تنفس من را انجام میداد. Respirator دستگاه های تنفسی سیزا.
یعنی امو عملی تنفس مری دستگاه انجام میدم. I felt I was being attacked by devils with instruments of torture. احساس میکردم که به من حمله شده است توسط یک سلسله اشخاص هیولا صفتی با ابزار بسیار شکنجه آور. Not doctors and nurses trying to save my life. اصلا احساس نمی کردم که دکترها و نرسها دارن زندگی من را نجات می دهد و دهد. این به خاطر از این جمله رو گفته که اصلا احساس نمی کردم که دکتره. فکر می کردم اینا همه من دارن شکنجه می کنن. خب واقعیت این بود که در واقع شکنجه نبود. او احساس می کرد. Only now can I understand. حالا خوب می تونم بفهمم که what was happening to me. که چی اتفاقی افتاد به سر من. And why the treatment seemed to so cruel. و چرا این درمان بسیار شکنجه‌آور معلوم شد. We are known as the cruel nurses, said the head nurse of my unforgettable ICU. یکی از نرس هایی که در ICU کار میکرد در واقع نرس هایی بود که من هیچ وقت خود فراموش نمی کنم. او برای من میگه که چی میگه؟ We are known as the cruel nurses. به ما نرس های ظالم میگویند، یعنی اصطلاحا ظالم میگویند چون ما عملیات بسیار شدید را انجام میدیم بزرگ. But that's the way we have to be to save lives. اما این روشی است که باید ما چنین کار را انجام بدیم به خاطر نجات یک مریض یا یک شخص. خب به هر حال یک ریدینگ خوبی بود ایزا، انشالله امیدوارم که فهمیده باشین، بسیار آسان بود. بریم به قسمت سوم درس خود ایزا که همونو ادامه جلسه قبلی بود اگر فراموش نکنیم در قسمت گرامر. البته خب ما سوالات را که جواب دادین خوشبختانه آمدین به قسمت WXSVC. خب اگر من چند سلاید بالاتر برم که یک تکرار عمومی یا یک اشاره داشته باشون ایزا، اگر فراموش نکرده باشین ما در زبان انگلیسی فرمولی داشتیم به نام WXSVC، یعنی برای ساختن سوالیهای معلوماتی میگفتیم WXSVC به کار میره. برای ساختن سوالیهای بله نه خیر از XSVC استفاده میکردین. برای ساختن جملات BNE از SVC استفاده میکردین. برای امریه از VC. حالا هر کدوم از اینا چیه شما تا حد فهمیدیم. W منظور کلمات پرسشیه، 12 عدد بود ایزا. X منظور فعل کمکیه که کمک میکنه جمله منفی سوالیه بشه و 20 عدد بود به 14 تقسیم میشد. S همون سابجکت بود، به کلمات گفته میشد یا به کلمه گفته میشد که جمله درباره او بحث بکنه، یک سلسله شرایط داشت. V هم فعل اصلیه و C هم تکمیل کننده که حالا امروز نوبت VUC رسیده. خب به هر حال ما هر کدوم رو با مثال جلسه قبلی کار کردین، امروز میپردازیم ببینیم ایزا ایم و WS EX ES. حالا امروز نوبت رسیده به V اگر اشتباه نکنیم. بله، یعنی بعد از اون قسمت حالا رسیدیم به قسمت V. خب V یعنی فعل ایزا، منظور از فعل اینجا فعل اصلی است. حالا تعریف میکنیم، میگن a verb shows an action or a state. فعل کلمه ایست که به انجام کار یا روی دادن حالت دلالت میکنه. مثلا چی؟ she cooks the lunch. او غذای چاش را پخته میکند. cooks ایزا یک فعلیه که به انجام کار دلالت میکنه. جمله دیگه روبروی گفتیم she is a good cook. او یک آشپز خوبیه. ایزا اینجا گفت cookی که به آخر جمله رفته فعل نیست. شما ببینید بعد ایر بفهمید که میخوانید نکنیم. اینجا فعل جمله ایزه و از به انجام کاری دلالت نمی کنه بلکه با حالت بیانگر حالته. شما در تعریف وقت گفتیم verb shows an action به رنگ سرخ نوشته شده or a state یا بیانگر حالته. وقتی میگن فعل به انجام کار یا روی دادن حالت دلالت میکنه، پس یک مثال کار کردم که به انجام کار دلالت کنه، یک مثال کار کردم که به بیانگر حالت باشه. در خط اولی دو مثال کار شده، فعل اولی که سرخه به انجام کار دلالت میکنه، فعل دومی که به رنگ آبی تیریه دلالت به حالت میکنه، بیانگر حالت است. مثال بعدی ایزا، he teaches English، او انگلیسی درس میده، پس teach به انجام کار دلالت میکنه. he has 20 students، او 20 شاگرد داره. پس اینجا has هم فعل هست اما به انجام کار دلالت نمیکنه، به انجام دادن کار دلالت نمیکنه بلکه بروی دادن حالت بیان دلالت میکنه. مثال بعدی، I help my mother because I love her. من مادرم رو کمک میکنم چون او رو دوست دارم. مثال هر طوری ساختم که به ذهن شما جانشین بشه ایزا. من مادرم رو کمک میکنم، پس کمک کردن به انجام کار دلالت میکنه. بله، because I love her، چون او رو دوست دارم. پس اینجا love به انجام کار دلالت نمیکنه. این میگم روی دادن حالت است.
حالا نوت یک نوت همینجا گفتیم که a singular subject needs a singular verb and plural subject needs a plural verb. یعنی چی؟ یک فاعل مفرد فعل مفرد بکار داره، یک فاعل جمع فعل جمع بکار داره. یعنی چی؟ یعنی فاعل با فعل باید agreement یا موافقت داشته باشه. ایزا شما در قسمت موافقت هم فهمیدیم که بحث موافقت اینه که همیشه فاعل با فعل موافقت داره و منظور از موافقت اینه که فاعل مفرد فعل مفرد، فاعل جمع فعل جمع. خب singular verb is like افعال مفرد مثل چیه؟ is, was, speaks, teaches. خب حالا فرق بین is و are که میفهمین، گفتیم که هرگاه فعل is یا is داشته باشه مفرده. اگر فراموش نکرده باشین، مثلا میگن که is مفرده، was مفرده، حالا speak جمعه اما speaks مفرده، teach جمعه اما teaches مفرده. همینی که در مثال اول گفتیم she cooks، is دادیم به خاطر که فعل ما با مفرد تبدیل شه، چون فاعل she مفرده، cooks هم باید مفرد باشه. he چون مفرده، teaches هم پس باید مفرد باشه. بالاخیر بعد گفتیم plural verb is like، افعال جمع مثل چیه؟ are, were، که اینا جمع is و was. بعد speaks که حالت جمع اینه، speak حالت مفرد اینه، speaks که حالت مفرد اینه ببخشیم، speak حالت جمع اینه، teaches که حالت مفرده، teach حالت جمع. فراموش نکنین که این لغات اگر اسم باشه در واقع حالت ساده میشه مفرد، حالتی که بوی اسم میدین میشه جمع. اگر فعل باشه حالتای ساده میشه جمع، وقتی بوی اس و ای اسم میدین میشه مفرد. پس به شما ایزو جابونا نشه. پس خلاصه ای سلاید ای شد که ما WX فهمیدیم، نوبت WXS فهمیدیم، نوبت به V رسیده که میگن WXS V. V یعنی فعل، فعل کلمه ایست که به انجام دادن کار یا روی دادن حالتی دلالت میکند. و یه هم چند تا مثال بود که کار کرده نیزام. حالا نوبت C یا complement رسیده. A word or a group of words which complete the meaning of a sentence is called complement. ایزا complement خود C مخفف complement فراموش نکنین، بگین یک کلمه یا به مجموعی از کلماتی که در واقع معنای جمله رو کامل میکنه میگیم تکمیل کننده. خب خیلی واضح از اسمی هم معلومه، تکمیل کننده یعنی تکمیل یا کامل میکنه. چی کامل میکنه؟ معنای جمله. مثلا میگین after a verb an object، البته یک نوت هست ایزا، after a verb an object or and the complement is usually used. نکته خیلی مهمی است که complement به کجا قرار میگیره. یک نوت هست ایزا، بگین complement بعد از فعل قرار میگیره. حالا بعد از فعل هرچی که بیایه complement. خب ما بعد از فعل میتونیم اول مفعول بیاریم بعد complement، میتونیم تنها complement بیاریم. خب میتونه یک جمله هم مفعول داشته باشه و هم complement. باز اینجا یک سوال خلق میشه که پس مفعول چیه؟ شما فاعل و سابجکت رو فهمیدیم اما آبجکت هم بهتر میفهمین، هرچند مطمئنم این مسائل ابتدایی همه میفهمین. پس میگن که بعد از فعل چی میایه؟ complement میایه. اگر جمله شما مفعول دیش اول مفعول میایه بعد complement میایه. Remember that an object is usually used after a verb, transitive or after a preposition. خب حالا کمی اینجا توضیح دادم که object چیست. بگن object کلمه‌ایه که بعد از فعل متعدی میایه یا بعد از حروف اضافه. حالا فعلای متعدی چیز با جزئیات بعدن میخونین، فقط اشاره میکنم هر فعلی که به مفعول نیاز داشته باشه میگن متعدی. او فعل چی رقم میتونیم از بین افعال اصلی بفهمیم که متعدیه؟ فعلی که در چوکات چه چیز را و یا چه کس را اگر در این دو قالب برابر شد ایزا، اونا میشه چی؟ متعدی. اگر برابر نشد میشه لازمی. میخوام دو سه مثال کار کنم. وقتی میگیم I go to Kabul، وقتی میگین go رفتن، میروم چه چیز را، این فعل رفتن در چوکات چه چیز را معنا نمیده. من میروم چه چیز را معنا نمیده، من میروم چه کس را در این هم معنا نمیده. پس فعل go ترانزیتیو نیست، او این ترانزیتیوه. به همون خاطر بعد از گو ما آبجکت استفاده کرده نمیتونیم. یعنی چی؟ یعنی آبجکت یا مفعول بعد از فعل ترانزیتیو میایه، بعد از فعلی که در چوکات چه چیز را و چه کس را برابر شه. مثلا به طور مثال love یعنی دوست داشتن، I love، من دوست دارم چه کس را، ولی دقیقا معنا میده، من دوست دارم چه کس را، my mom مادرم را. جمله قبلی رو ما کار کردیم که I love my mother، من دوست دارم مادر خود را. پس my mother
با love مطابقت داره. I love من دوست دارم چه کس را، پس این فعلی که در جوکات چه کس را هم معنایه، پس فعل love فعلیه که بود میگن ترانزیتیو. بعد از همین فعل ترانزیتیو یا love میتونیم object بیاره نیزا و یا اینه که بعد از حروف اضافه میایه، حروف اضافه مثل in, on, with, about و الاخیر. مثلا I speak with he نمیگن I speak with him. چرا هم گفتیم مفعول استفاده کردیم؟ چون بعد از حروف اضافه میاد. شما فعلا آبجکت داره بفهمین، آبجکت کلمه است که بعد از فعل متعدی یا بعد از حروف اضافه میاد. حالا فعل متعدی چیز فعلی است که در چوکات چه چیز را و چه کس را برابر است. تمام، این شد مسئله آبجکت که شما تعدی بفهمید. دیگه ایزا order of object and complement، ترتیب مفعول و تکمیل کننده چیست؟ ایزا اول object میایه بعد تکمیل کننده میایه، یعنی در یک جمله بعد از فعل اگر object هم داشتیم complement هم داشتیم باید اول object جمله رو بگین بعد complement رو بگین. حالا complement هم بخش های مختلف داره. اگر داخل complement لغاتی که ارتباط به complement میگیرفت مکان و زمان بود، فراموش نکنیم که اول مکان میایه بعد زمان میایه. به هیچ عنوان این دوتا جابجا شده نمیتونه و این دوتا هم جابجا شده نمیتونه. پس ترتیب خیلی ثابته، اول بعد از فعل ایز اول object میایه بعد پلیس میایه بعد تایم میایه. حرف اول هر کدوم از این رو که بگیریم میشه او پی تی، یعنی object place تی. پس میگین قسمت کامپلمنت را اگه خلاصه کنیم میگین کامپلمنت مثل این میشه، به البته object رو هم شامل کردیم به خاطر فرمول ای کار سهولت ایجاد شه، هرچند object جدا از اون مسئله. وقتی میگین که کامپلمنت یا تکمیل کننده بگین او پی تی، یعنی object place تایم. اینجا اگر یک مثال نگاه کنیم، شی فاعل جمله است ایزا، ما میخواییم این جمله کلن با شما به شکل جداگانه توضیح بدم. شی میشه فاعل جمله یک بخش. بخش دوم جمله رو متوجه باشین، ابتدا میخواییم بگم gave me a book in the class yesterday. این قسمت رو به نام چی بگین؟ این قسمت رو ایزا به نام predicate میگین. بگین جمله دو قسمت داره، subject و قسمت بعدی پریدیکیت. بیشتر متوجه باشین که بفهمید. حالا قسمت پریدیکیت که قسمت دوم جمله باز به دو بخش تقسیم میشه، یک قسمت رو میگن چی ایزا، یک قسمت رو میگن ورب. یعنی چی ورب؟ یعنی فعل. گفتین که خود کامپلمنت خود پریدیکیت دو قسمت داره، یکی ورب یکی کامپلمنت. این قسمت پریدیکیت قسمت اول اینه که ورب، قسمت دوم از ایزا به نام کامپلمنت یاد بشه، یعنی قسمت کامپلمنته. حالا دوباره میخوایم بگیم که در قسمت کامپلمنت از این قسمت به شکل خلاصه تر از این استفاده کنیم، گرچه همی یکی روبرو ایزا. خب بگیم در قسمت کامپلمنت اول آبجکت میایه، بله یعنی ای آبجکته and a book، ایم یک آبجکته. بالاخره میگیم she gave me a book. ببینیم او داد به چه کس؟ به من. چه چیز؟ کتابی. یعنی میبینیم در جوکات چه چیز را و چه کس را برابر است. حالا او، ببینید شما، او به من کتابی داد. خب وقتی میگین او، حالا او خانم، ببینید شما gave داد، چه چیز داد؟ کتابی داد. پس در جوکات چه چیز برابره؟ این میشه object. خب چه کس را، یعنی برای کی این کتاب را داد؟ می برای من. پس ببینید این هم object شد، این هم object شد، که شما قسمت object را میتونیم از روی چه چیز را و چه کس را هم بفهمید. پس این میشه object. بعد از object میشه time، البته چی؟ بعد از object میشه place، یعنی مکان. in the class، خب یک مکان است دیگه، in the class خیلی واضح. و بعد از اون میشه time، time میشه yesterday. اگر این به شکل خیلی ساده خواسته باشیم این جمله یاد بگیریم، بگیم ترتیب جمله رو. حالا اگر بسیار واضح تر میخواییم چه بس بشه، این رقم میگین، بگین فاعل و فعل و مفعول مکان و زمان. ببینیم ایزا فاعل و فعل و مفعول مکان و زمان، کل ازی فرمول به شکل توضیح. اول میگین subject و predicate، بعد میگین subject verb complement. حالا که اگر ما این با تمام جزئیات تمام بخش های بگین، بگین فاعل و فعل و مفعول مکان و زمان. این شد فرمول جمله. ببینیم آیست آیسته ما جمله یک چیز بود، یک بخش داشت، خودی جمله بود، بعد به دو قسمت تقسیم کردیم آیست آیسته که سابجکت و پریدیکیت، بعد پریدیکیت تقسیم بندی کردیم به ورب و کامپلمنت، بعد کامپلمنت تقسیم کردیم به آبجکت و پلیس و تایم به سه قسمت. بنان اگر در کل بیام نگاه کنیم، بگین فاعل و فعل و مفعول مکان و زمان. یک جمله طبق معمول پنج بخش داره. ترتیب این رقمه که اول فاعل جمله، بعد فعل جمله، بعد مفعولار میگین، حالا یک مفعول یا ده مفعول دارین، بعد مکان ها، بعد زمان ها.
تا به اینجاگاه شما درست حالا تمام بخشای جمله رو فهمیدید. اگر یک جمله طولانی خواستین کار بکنید، اول شما فاعل جمله رو میگین، بعد فعل جمله رو میگین، بعد حالا مفعولای جمله رو میگین، بعد اون کلمات رو میگین که ارتباط به مکان داره و ارتباط به زمان داره. حالا شاید در روی جمله شما مثلا میگم که مکان وجود نداشته باشه، خب ما مکان رو میگیم. یا شاید اصلا جمله شما جمله باشه که زمان وجود نداشته باشه، خب هیچی زمان اصلا وجود نداره، نمیخوای باشه. یا شاید به طور مثال اصلا یک آبجکت وجود داشته باشه، پس شما اصلا یک آبجکت میارین یک آبجکت نمیگه. به هر حال هر قسمت از این جمله ها که بود ما بود قسمت ها اضافه میکنیم، اگر نبود نمیکنیم. پس ترتیب جمله شد فاعل و فعل و مفعول مکان و زمان، هرچند هنوز همه ایزا وارد جزئیات نشدیم. من بسیار آهسته آهسته میخوام پیش برم تا به حال چیزی که شما فهمیدیم جمله چیست، جمله چند بخش داره، هر بخشی و چگونه است. اما اگر خواسته باشیم یک جمله پیچیده بسازیم که دو سه بخش داشته باشه، یعنی جمله بسازیم که قسمت اول جمله بیانیه، قسمت دوم امریه، سوالیه، ما جمله ها بخش های مختلف داره، یعنی جمله کمپاوند داریم، جمله کمپلکس داریم که دو سه جمله با هم یک جا میشه. باز اونا ترتیب اینا انشالله در آینده است که آهسته آهسته پیش رفتیم که او برادر و خواهرایی که خیلی ضعیف هستن اینا درست بفهمن. امیدوارم که اینا رو گوش بگیرین و یاد بگیرین ایزا، یعنی باور کنیم که یعنی به سطح صنف 7 و 8 مکتب دارم انگلیسی رو توضیح میدم، فقط به خاطر اینکه حالت نیم حضوری تقریبا میشه بگیم گفت شما دارین، یعنی در واقع کلدن در صنف فازه نیستین. کوشش میکنم بخش گرامر رو خیلی آسان از صفر شروع کنم و کتابم خیلی به شما ساده. امیدوارم که اینا بسیار با جدیت بخونین. موفق باشیم، روز خوش داشته باشیم، تا جلسه بعدی خداحافظ و نگهدار شما.